سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشین. ما در ادامه سفر کوتاه مدتمون به شهر دبی اومدیم. امروز یک قسمت دیگر رو از بالا ببینیم. من خیلی دوست داشتم این قسمت دبی که اون هتل برج العرب و اون پام بیچ و اینا هست رو ببینم. بعد دیدم که یه برجی هست به نام دیویو که یک بالکن خیلی بزرگی داره که اون بالکن رو ساختن برای اینکه مردم بیان و از بالا کل این پام بیچ و اون برج العرب و اون قسمتی که خیلی شهرسازی مدرن پیش اومده و دارن میسازن و بالا ببینم. منم که عاشق یه همچین امکاناتی و همچین شرایطی هم و خلاصه اومدم و گفتم که یه ویدیو هم برای شما عزیزان بگیرم و امیدوارم که همراه باشین. امروز پنجشنبه اول دسامبر سال 2022، هوا خداییش خیلی خوبه، یعنی من انتظار داشتم که اینقدر هوای دبی خوب باشه، نه خیلی شرجیه، خونه قشنگ بهاریه، خیلی کمک میکنه که ما بتونیم همه جا واسه رفت آمد داشته باشیم. خب شما رو همراهی میکنم با این ویدیو، امیدوارم که ببینید و همراه ما باشین و لذت ببرین. مرسی. هتل معروف آتلانتیس که در انتها و اون قسمت قوسی همین پام بیچ وجود داره، جزیره مصنوعی که با هزاران هزار تن سنگ و ماسه ساخته شده و یکی از بزرگترین سازه های ساختمانی یا شهرسازی در نوع خودش هست. به ادعای امارات این یکی از تنها جزایریه که حتی از خارج از کره زمین و از فضا بدون چشم مسلح هم قابل تشخیص و قابل رویته. این صدای ازونی هم که دارید میشنوید در پشت صحنه به خاطر اینه که نماز وقت نماز عصر و به طبعش توی یک کشور اسلامی حتما صدای ازون هم خواهد چرید. نام قسمت قول معروف نیویورکی شهر دبیه که کلی برج‌های مجلل‌تر و با سازه ها و معماری های مجلل‌تر در حال ساختنه. من متاسفانه به خاطر مدت خیلی کوتاهی که هستم خیلی نمیتونم همه جای دبی رو به صورت مشتی به قول معروفی خیلی دقیق ببینم، اما اومدن به این قسمت و دیدن این همه بالاخره توسعه شهری هم برای خودش جذابیت هایی داره. اگر بهتون میخوام نشون بدم که از کجا دارم برای شما عزیزان فیلم میگیرم، شاید این هم برای شما جذاب باشه. ما بلیتی که تهیه کردیم برای اینجا تقریبا 50 درهم برای هر نفر بود. اگر میخواستین برای غروب آفتاب اینجا باشین باید نفری 75 درهم فکر میکنم پرداخت میکردیم. آتی ببخشید، نفری 100 درهم بود. اگر میخواستین برای غروب آفتاب بیاین که از ساعت 4 به بعد میشه باید
175 درهم پرداخت میشه. کلا دبی یه مقداری گرونه. حالا من نمیدونم این به خاطر شرایط الان اقتصاد دنیاست که خب همه جا گرونه یا همیشه اینقدر گرون بوده. این هم میتونه سوالی باشه که جوابش رو باید پرسید. آفتاب داره میاد. اومدن آفتاب همیش این مقدار شرجی تر شدن حواس، ولی از اون باید بهتر کمک میکنه به گرفتن عکس‌ها و تصاویر بهتر. این هم یه نمای زیبای دیگه از این توسعه شهری در این قسمت شهر دبی، و این هم قسمت دیگه ای از پام بیچ. بریم که ببینیم میتونیم برج العرب رو هم پیدا بکنیم و تصویری هم از اینجا بگیریم، یا به خاطر اینکه این هوای مقداری نسبتا گرد و غباری هم که میبینی خیلی متداول این نوع هوا، به خاطر اینکه دبی بالاخره یه شهری که مرتبا دستخوش طوفان‌های شنی و چیز میشه. اونم برج العرب که من تصمیم داشتم برم داخلش رو هم ببینم، اما حقیقتا بلیت تور ورودیش برای یک ساعت تقریبا نزدیک 400 درهم بود که خیلی احساس کردم شاید برای یک ساعت خیلی دیدنش انقدر ارزش نداشته باشه. اون همون آپارتمان بزرگراهیه که بقیه شهر دبی رو به اینجا متصل میکنه. चलो आए जेने ना चालू है ले ले